من الان خب طبیعتا 40 سالمه، شرط سنی و اون بحث تأهل باعث میشه امتیاز من بیاد پایین. حقیقتش تو جلسه قبل با هم صحبت کردیم، شما فرمودید که خب برای 491 من راحت میتونم اقدام بکنم، ولی خب طبیعتا این دغدغه و نگرانی برای من وجود داره، چون من علاوه زمانی مشکل دارم. نهایتا تا 2 سال دیگه بابت مهاجرت باید تکلیف کار من مشخص باشه، بالاخره یا استرالیا یا هر کشور دیگه ای. چون اگه این تایمر رو از دست بدم عملا فرصت مهاجرت رو از دست خواهم داد. بابت این گفتم یه بار دیگه با شما چک بکنم. بحث اسپانسر ایالتی، من میدونم که برای منی که امتیازم پایینه چون شرط سنی و تأهل رو دارم، خب خیلی میتونه کمک بکنه. میخواستم ببینم که شما توی زمینه اسپانسر ایالتی میتونید به من کمک بکنید که من بتونم مثلا اونجا یه شرکتی باشه که حالا شغل ما رو بخواد، یا مثلا رزومه‌ای که ما داریم و مورد پسندشون باشه که شما بتونید این کار رو برای من انجام بدید یا نه. ببین، من احساس کنم یه سوء تفاهمی در ذهن شما شکل گرفته، اونم اینه که در معنای اسپانسرت ما دو دسته ویزاهای کاری داریم. یه دسته ویزاهای اسکیل ورکره که میشه 3 تا ویزا، 189، 190 و 491. این ویزاها بر اساس امتیاز، رقابت و بدون داشتن به کارفرما انجام میشه، که ما الان هدفمون این ویزا هاست. وقتی که اقدام میکنیم، برای ما برای توی اینا نیاز به کارفرما نداریم. برای اقدام یه سری ویزای دیگه داریم. اینجا ما توی ویزاهای اسکیل ورکر ما اسپانسر ایالتی ممکنه بگیریم. در ویزای 190 و 491 ما اسپانسر ایالتی نیاز داریم که اقدام بکنیم، که ربطی به کارفرما نداره اصلا. شما میای برای ایالت ها و شهرهای مختلف استرالیا اقدام میکنیم، اونم اگه رزومه شما رو بخواد براتون میداره، کاری اصلا به کارفرما نداره کلا اساسا. یه سری ویزاهای دیگه داریم که اسپانسر کارفرما هستند، 482، 186 و 494، که اونجا ما کارفرما نیاز داریم برای اینکه بخوایم اقدام بکنیم، که ما اصلا بحثمون اونجا نیست. اصلا ما با اون ویزاها در این جلسه ها کاری نداریم. عموما هم خب از کارفرما پیدا کردن زیاد کار آسون نیست توی استرالیا، بنابراین شما اصلا نیاز به کارفرما ندارید که دنبال اسپانسر باشید. پس شما میفرمایید که اون دو تا مقوله کاملا جداست، یعنی عرض کنم که رو اون ویزا اگه بخوام رو اون ویزا اقدام بکنیم چی، اونا هم همین شرایط رو دارن، یعنی که نه اونا فقط کارفرما نیاز شرط داریم. فقط کارفرما. شما تو اون زمینه نمیتونید کمک بکنید؟ آخه وقتی شما شانس اسکیل ورکر دارین به مراتب ویزای بهتر و راحت تریه، چرا بریم دنبال کارفرما؟ مثل اینکه به شما یه ماشین مثلا بنز بدن، شما بگید من نمیخوام، میشه برام بگردی یه پراید پیدا کنی؟ شما میفهمید با شرایطی که الان من دارم، عرض کنم خدمت شما، شانس این که بتونم حالا یکی از ویزه حالا 491 حداقل رو بگیرم بیشتر تیپ شخصیتی شماست الان گیر ما تو ماجرای شما، چون شما محافظه کاری. تیپ محافظه کارم ما گفتیم چه مشخصهایی داره دیگه. توی ما من روانشناس نیستم، تو بحث مهاجرت میگم، تصمیم گیری مهاجرتی فقط مد نظرم. شما محافظه کاری، محافظه کار معمولا شانس ها رو از دست میده، برای اینکه یا باورش نمیشه شانس داره، یا همش دنبال یه راهی مهاجرت نکردنه به جای مهاجرت کردن. ببین، شما الان تاریخ 29 بهمن 401 اولین ارتباطتون با ما بوده، حالا بر اساس اون رپورت که من دارم. خب در 9 بهمن 401 شما چند سالتون بوده اون موقع؟ یعنی مشخصا چند سال و چند ماهتون؟ 39 سال و عرض کنم خدمتشون حدود 6 ماه 7. خب بله، 39 سال 7 ماهتون بوده. نمیدونم من به شما اون بار گفتم یا نه، خاطرم نمیاد، ولی بعید دارم نگفته باشم که شما وقتی که 39 سال و 7 ماهتونه هنوز 5 ماه فرصت دارین که اون سن رو از دست ندین. میتونین برید اسسمنت فست ترک بگیرید، میتونین زبان رو بهش سریع اضافه کنین، یه دعوتنامه تون ما در این 5 ماه مورد بگیرید. صحبت کردیم، ولی خب صحبت خود شما بودش که امکان این که ما بتونیم، شانس این که ما بتونیم تو این تایم محدود 5 ماهه به اون تارگتی که مد نظرمون رو برسیم کمه، ولی ما مبنا رو میذاریم رو همون 40 سالگی. این صحبتی نه که اون موقع شد، حالا نه من آخه شانس، نه من اینجوری نمیگم، من میگم شانس کردم، من میگم ارزش داره شما امتحانش کنی.
چه خب ببین میگم دیگه، یعنی حواستون به این نکات باشه، چون من حواسم هست، من بله بله سابقه صحبتمو با شما نوشتم اینجا، من بله به شما آفر کردم که اقدام کنین تو اون 5 ماه قبل از اینکه سنتون در امتیازش بیفته دعوتنامه رو بگیرین، ولی شما به حرف من اعتماد نکردین. من همیشه هم به افراد اشکالی هم نداره اصلا، و من اصرار دارم کسی بهم اعتماد کنه، اصلا بحثم اعتماد نکردین چرا نکردین نیستا، بحثم رو محافظه کاری شما. همون بازه تاریخی بسیار کسایی بودن که بسیار کسایی که همین بحث بین ما و اونا شکل گرفت و الان دردمه دستشون. و این فرق اینجاست، فرق اینجاست. شما 5 ماه 6 ماه رو میگین که شاید نشه، خب شاید هم بشه، اگه میشد که خیلی برد میکردین، 1 ماه دعوتنامه اسسمنت میگرفتین، 1 ماه 2 ماه هم زبان میخوندیم میآوردیم، شد 3 ماه. 2 ماه ما فرصت دعوتنامه داشتیم که این روزایی که داریم با هم صحبت میکنیم دعوتنامه 1 هفته ای داره گرفته میشه بر 491. یعنی میخوام بگم که تیپ شماست که راحت میبازید و فرصت ها رو از دست میدید، اون کسی که احساسی و عملگراست اصلا این فرصت ها رو از دست نمیده، رو هوا میزنه اینا رو.